بسم الله الرحمن الرحیم و شعراء یطبعهم الغاوون. اما بعد، در پاسخ به اظهارات مزخرف نادرست نجیب باربر به انوار یک همار، پاسخ ما برش است که آقای نجیب باربر در حضور خامنه‌ای مردم افغانستان، خاک افغانستان و به خصوص مردم پنجشیر ایرانی تبار خطاب کرده، در حالی که افغانستان از خود اراضی مستقل، فرهنگ مستقل و مردم آزاد و مستقل دارای یک تاریخ زرین بودند که دیگر ها مربوط به تاریخ ما و تحت رهبری و تسلط مردم افغانستان در مسیر تاریخ رهبری می شدند. هیچگاه مردم افغانستان وابسته به ایران و شرق و غرب و شمال و جنوب نبودند. اگر امپراتوری های وجود داشته، به رهبری مردم اصیل افغانستان که متشکل از همه اقوام شریف کشور بودند. ما به تاریخ اجداد و نیاکان گذشته ما که غیر مسلمان بودن و زردشت و آتش پرست بودند قطعا افتخار نمی کنیم و ربطی بر ما ندارد. ولی ما به تاریخ زرین رزمندگان رای حق و عدالت، سربازان اسلام که او تاریخ ابو مسلم خراسانی رحمه الله و سایر مجاهدین رای حق است، به او افتخار می کنیم. همچو نجیب باربر مردمان پس فطرت بی نسب، ما بارها در موارد یادآور شدیم که ما در بین مردم پنجشیر مردمان خوب، مجاهد، مردمان با عزت، با اصل و با نسب بیشتر داریم، ولی یک تعداد افراد انگشت شمار که به عامیانه مردم ما اونها را به نام به عناوین مختلف زیر نام جت و جولا و نداف و چلو خطاب میکنن، ای به این معناست که این مردم ها در وجودشان این تو خصلت های پس فطرتی و رزالت هست، مثل نجیب باربر که خوش خدمتی به درگاه خامنه‌ای و دیگران میکنن. ما پیام ما من حیث یک سرباز اسلام مجاهد امارت اسلامی و یک فرزند صدیق اصل تاجیک پنجشیری اصیل، ای از برای تاجیکان و خود برای مردم افغانستان و پنجشیر که قطعا بیگانگان از ما نمی شود. نه ایرانی ها ما کدام وجوه مشترک کتیشان داریم از ما می شود. همیشه با مردم افغانستان، حتی با تاجیکا و پنجشیری ها، مثلا جوانا و متاسفانه به اثر مشکلات مردم ما در اوج زندگی می کنه، همیشه افغانی کسی خطاب می کنه. همه ایرانی های احمق بیشعوره که ما وارا در جمع آدم حساب نمی کنیم. همینطور پاکستانی ها هم با آدرس مردم ما توهین میکنن و دیگر ها هم. تاجیک های تاجیکستان هم قطعا مردم ما و شما را به عنوان دوست و برادر خود از خود حساب نمیکنن. هر کس در فکر خود هستن. متاسف میکنم به حال همینطور انسان های بی نسب و پس فطرتی که میرن تاریخ مردم خود، تاریخ زرین با شرف مردم افغانستان را نادیده میگیرن و میرن تملق‌گرایی میکنن. ما یکی از آیات متبرکی از کلام الهی قرآن عظیم الشان در نخست برای شما تلاوت کردیم که شاعرها مردمان گمراه هستند و پیروان گمراهان هستند و گمراهان پیروان شاعران هستند. اینها از هوا و خیال خود حرفای مزخرف و بیهوده یا و سرایی را به درگاه پادشاه ها همیشه میکنن و پادشاه ها را به اون ظلم و ستم و جنایت و چیزشان تشویق میکنن با گرفتن بهای ناچیز. شاعران در یک آیت کلام پاک خود رب العزت اینها را به تعریف گرفته است که اینها گمراه هستند، پیروان از اینها هم گمراهان هستند. بنان قطعا سخنان نجیب باربر و امثال هم مردمان متعصب و مردمان فاشیست بیدین که ما اینمی تو در هر قوم نژاد مردمان پس فطرت داریم، این مربوط به مردم مسلمان و مجاهد آزاده پنجشیر و تاجیکان و افغانستان نمی شود. و ما در افغانستان اقوامی که متشکل از تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، ایماق، بلوچ، ترکمن، همه اقوامی با هم برادر و برابر هستیم، ربطی بر ایران و تاجیکستان و پاکستان و هیچ کشوری نداریم. یک مردم آزاد، مستقل و
دارای فرهنگ آزاد و مستقل، دارای یک زبان مستقل و تمام همه چیز ما از خود ما است، ربطی بر ایران و بر کشورهای اجنبی نداره و بس مسائل روابط سیاسی و دیپلماسی و حکومتداری و نظامداری بس جداگانه است. ولی یادم که میره مردم پنشیر و مردم افغانستان و اراضی افغانستان ربطی بر ایران میته و ماز میگه که ما از شرق ایران از آدرس مردم پنشیر همچون انسانهای پس فدرت که به عنوان ما اینها را چلو صفتان بی ارزش میگم، اینها نمایندگی از مردم پنشیر نمیکنم. مردم پنشیر مردم آزاده، سربلند، قهرمان و مجاهد و مدافعین.